نگرش دار. کی هستی؟ از کجا اومدی؟ کجا میخوای بری؟ اسمم جواده، جواد جوادی. سال 67 به دنیا اومدم. یه شب نحس تابستون که صدای دویدن دو پای هراسون تنها توی موشک بارون تهران آرامش بچهش رو ازش گرفته بود. اون بچه من بودم تو امن‌ترین جای دنیا، یعنی آغوش مادرم. تقدیر همه چی عوض کرد، ولی کسی نتونست تقدیر رو عوض کنه. درست تو همون شب، همه قدرت که داشت دور از چشم همسری صدیقه میرفت چپه، در سرنوشت و رو به من رو به مادرم باز کرد. سلام علیکم. صورت زخمیه، چشمتون در. ببخشید آقا، اینجا یتیم خونه است؟ بله اینجا پرورش کن. آقای همه یتیم خونه که بانون آقای معروف اسمشی آقای سرلک. بله همه خیر معروف آقای سرلک. بله اینجا یه خیریه است که زیر نظر ایشون اداره میشه. بله ببخشید میخواد آقا تو رو خدا تو رو قبول فاز برا نبند تو رو مربی اینجا نگران نباشی. ببخشید من میخوام این بچه‌مو بسپرم به شما. راست میگن اینجا بچه یتیم خونه نیست. اون شب گریه ها و التماسای مادرم کار خودشو کرد، اما قدرت راضی شد که منو از مادرم تحویل بگیره. تو رو قبول فز مواظبش باش، قسمت دادم. نگران نباشی، همسر من اینجا مربیه، میسپارم دستم. همون شب بود که سپرده شدم به خونه خورشید. مادرم مجبور بود به حرف قلبش گوش نده و اختیار منو بده دستم بود. سلام علیکم. سلام من به زندگی خداحافظی مادرم بود. همون شب منو سپرد دست همسرش که دلش آروم بگیره، چون خودش میخواست بره جبه. به جون خودت قسم اگه بگی نرو نمیرم، نمیرم، ولی دلم اونجاست. حالا بگو برم یا نرم. خدا باشه. همون قدرت همون روز رفت. صدیق زودی دلش تنگ شد برای شوهرش، زودتر از اون که حتی قدرت بخواد به سر کوچه برسه. صدیقی به رسم همه منتظر آب ریخت پشت سر همون قدرت و سپردش به خدا. چند روز بعد قدرت زنگ زد، گفت اوضاع رو به راه و روز جمعه برمیگرده، یعنی درست همون روزی که قرار بود مادر منم برگرده. روز ما بود مامان صدیقه منو نونوار کرد که بریم به استقبال. عموش بیاد، عموش بیاد، صدای کفش پاش بیاد. دوتایی رو سرکوی جلو در نشستیم و منتظر موندیم که عزیزامون بیان. انگار اولین آموزش صدیقه به من این بود که باید جلوی در بشینم و منتظر بمونم تا عزیزم از راه برسه. قدرت بیاد دیگه، زودتر دلمون تنگ شده برا. اون روز اما قدرت نیمد، مامان منم نیمد، فردا و پس فرداشم نیمد، مامان منم نیومد. امید من و مامان صدیقه به برگشتن مسافرامون شد عادت یه عمر زندگی. شب و روز میشد و روزا شب، ولی بازم هم قدرت نیومد، مامان منم نیومد. تا اینکه دل شروع اومد سراغش. میدونم گفتن اونجا نیستم، میخوام بدونم کجاست پس؟ چند روز بعد یه خبر اومد، خبر یه قطعنامه شماره دار که میگفت جنگ تموم شد، که میگفت مردم اون بر میگردن خونه. اما عمو قدرت نیومد، مامان منم نیومد. جنگ تا ماه بعدش هم طول کشید و بالاخره تموم شد، مردم اون برگشتن. ما اون رو جلوی در خونه خورشید گم کرده بودیم. پس قدرت کو؟ مامان من کو؟ سکوی جلوی در دیگه به حضور من و مامان صدیق عادت کرده بود. مامان صدیقه به چشم انتظاری عادت کرده بود و من به مامان صدیقه،
کم کم مشامم به بوی مامان صدیقه عادت کرد و آغوش مامان صدیقه هم به حضور من، تا اینکه آقای لاهوتی معاون پرورشگاه تصمیم گرفت برام یه اسم و فامیلی انتخاب کنه. بعدها داستان زندگی ما از مامان صدیقه و دیگران شنیدم. از سپرده شدن من به خونه خورشید تا مراسم نامگذاری که با قرعه کشی انجام شد. خب آقا کریم این ظرفا رو به من بده. بله بله بفرمایید. البته شما هم به سن قانونی رسیدین اینا میتونید. آقا کریم ببخشید. خب این کدومش اسم کدومش فامیلی؟ اون اسم این فامیلیه. اسم اینم فامیلی. خب اسم بچه میشود جواد. بله 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 خیلی اسم قشنگیه، یعنی بخشنده. اسمم شد جواد، فامیلیم هم جوادی. مامان واقعیم دیگه نیمد تا چهار دست و پا رفتنمو ببینه، نیمد تا رو پا وایسادنمو ببینه، نیمد تا راه رفتنمو ببینه و با بقیه ذوق کنه، حظ کنه. اون این لذت رو بخشید به مامان صدیقه. تو دنیای کوچیک پرورشگاه دو تا دوست خوب پیدا کردم، رسول و مشکان. من یه پرندم آرزو دارم که یارم باشی. جواد صدای مشکانه بودو بریم. بیام بیرون چون خانم وزیر زندونیم کرده. میدونم زیاد زخم زیلی شدی؟ نه نگران نباش، فقط یه ذره دماغم خون اومد. ببخشید همه شخصی من بود، اگه تو هم منو نجات میدادی اونا صورت منو زخمی میکردن. اما الان خودشون زخمی شدن. اومدم واسه کتاب بخونم که حوصله‌ات سر نره. یکی بود یکی نه، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. مژگان قصهشو با یکی بود یکی نبود شروع کرد. من بعدم معنی این جمله رو فهمیدم. فهمیدم غیر از خدای مهربون برای من تو این دنیا هیچ کس نبود. یه بار یکی از تولد اونا خیلی اون موقع نمیدونستم که قرار از مژگان فقط یه خاطره برام به جا بمونه. اون همیشه برام قصه میخوند، تا اینکه یه روز یه زن و شوهر پول دار اومدن و مژگان رو با خودشون بردن. معنی سکوتم و فقط مامان صدیقه میفهمید و بس. مژگان رفت ولی یادشو تو خونه خورشید و دل من جا گذاشت. بعد از رفتن مژگان تنها تر شد. انگاری نمره من از خوشی های زندگی صفر بود. صفر. جواد صفر گرفته. صفر گرفته که صفر گرفته. من حتی میگه آبروشو ببری. جواد جون قربونت برم، من اصلا برات یه پیشنهاد دارم. بگو چی؟ تک تحصیل کن. وا چرا اینجوری گفتی؟ نمراتش بد نیست که، 9 با تک ماده میشه 10 قبول میشه. عیب نداره. من خنگم؟ کی گفته تو خنگی مامان جان؟ اگه خنگ نیستم پس چرا 3 تا تگ آوردم؟ درس نخوندی قربونت برم.
درس نخوندی تک آوردی. باهوشترین آدم ها اگه تلاش نکنن به هیچ جا نمیرسن، ولی کم هوشترین آدم ها اگه تلاش کنن، اگه اراده کنن، به بزرگترین هدفاشون میرسن. اگه به من میگی مامان صدیقه، اگه واقعا منو دوست داری، من یه توقع ازت دارم. یه بار دیگه بلند شو رو پای خودت وایسا، به من به همه ثابت کن که میتونی. همین شب بود، شب بود، ما پشت ابر بود، ابر بود، امین و اکرم به آسمان از همون موقع به پرواز و موشک و هواپیما علاقه داشت. می‌کردن. این چیه؟ موشک. یکم هم درس بخونی ضرر نمی‌کنی آقا جواد. راست تو چشای من نگاه کن. خب بنویس این چند تاست؟ 6 تا. 3 تاش بره؟ 3 تا. بنویس. مامان صدیقه مهربون از خواب و خوراک و خوشی های زندگی زد تا من از درسام عقب نیفتم. اون خودشو وقف من کرده بود، من اینو خوب میفهمیدم. جواد مامان صابون چند بخشه؟ صابون 2 بخشه. راستی ماما سریا من میگنم خوابم ماما بیدار میشه. تو چند بخشی؟ من چند بخشم؟ 3 بخشی. فرشته ها اومدن و مامان صدیقه رو با خودشون بردن. اولین بار که کارنامه رو گرفتم با بابا اسماعیل رفتیم پیشش. دنیای عجیبیه. من بچه‌ای بودم که مادر نداشت و صدیقه مادری بود که بچه نداشت. رفتن مامان صدیقه باعث شد پای قولی که بهش داده بودم وایسم و درسامو خیلی خوب بخونم. فارسی 20، ورزش 20، انضباط 20، همه 20. باریکلا پسر، نمره های خوبی آوردی. مامان صدیقه رو خوشحال کردی. سلام مامان صدیقه، خوبی؟ دیشب خوابتو دیدم، مثل همیشه خوش و خندون اومدی مرکز دنبالم با اون چادر سفید گلدارت. صدای بابا اسماعیلم همیشه دو خوشم. بزرگترین داشته تو پشت کارت است و ایمان به هدفت که تا به حال ثابت کرده ای به هر آن چه بخواهی میرسی. بعضی ها مثل مادرم بودنشون برام دلگرمی بود و رفتنشون انگیزه شد برای اینکه جلو برم و پیشرفت کنم. جوان سعی کن آدم مهمی بشی، سعی کن آدم خوبی بمونی، یه آدمی بشو که خودت به خودت افتخار کنی، همه بهت افتخار کنن، حتی مادر مرحوم باشه. آرزویم این است که برای همه کسانی که تو را دوست دارند همانی شبی که آرزویش را داشتند. آن روز را می‌بینم که نام تو را با فخر به زبان می‌آورند. چه آن روز من در این دنیا باشم یا نباشم. قبول شدی؟ یعنی تو اگر تهران قبول بشی من سود میدم. مهندسی مکانی؟ دانشگاه امیرکبیر. چی بابا دمت گرم مهندس.
سالها گذشت تا اینکه با یه رتبه خیلی خوب تو کنکور قبول شدم و بالاخره وارد دانشگاه شدم. مامان صدیقه تا آخرین نفساش پای من وایساده بود. حالا نوبت من بود که پای خودم وایسم. کجایی عاشقی؟ وسط خیابونی؟ ببخشید من اصلا حواسم نبود. برو کنار بینم بابا. هماهنگیش با آقای ذوقی انجام شده، مورد خاصی نیست و کاری اگه داشتی تماس بگیر. آقا سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. من میخوام برم دانشکده مکانیک. کجا برم؟ ورودی جدیدی؟ بله. انتهای همین بلوار که تشریف میبرید بزرگترین ساختمون سمت راست دانشکده مکانیک و برقه، طبقه اول برای ثبت نام. دست شما در. موفق باشید. تو هم اینجایی که؟ بله. از این بود کار دستت دادم و اومدی ثبت نام؟ بله. هنو دلخوری؟ آقا بی خیر گذشتی که بی خیال. نه خب بالاخره کنترل نو ماشین به این سنگینی کار سختی. باید من میتونم کنترلش کنم که خریدمش دیگه. نه این مال خودتونه. بچی که مال خودمه. شب تا صبح کار کردم تا بتونم پولشو در بیارم بخرمش. آخه چیزه، من عاشق وسیله ها و این اکسسوری های کلاسیک هم. مثلا ماشین کلاسیک، رفاقت های کلاسیک، آدم های کلاسیک. چرا شه قبول شدی الان؟ مکانیک. الان خیستف سبتونم اینجا؟ بله آقا. ساخت و تولی؟ بله. ای بل بزن قدش. مسعود تابش، هم رشته ای، هم گرایشی، هم کلاسی. منم جواد جوادی هم، خوشبخت. بچه ترونی؟ بله. خب خوبه، پس نیاز به خوابگاه نداری. چرا خوابگاهیه؟ آخه به بچه های تهران که خوابگاه نمیدن. به من میدن. خون زندگی نداری؟ چرا دارم، منطقه یکم فرق میکن. آها، پس با خانوادت مشکل داری. عب نداره. حتی فکر نکنی من فضولم و نه هم جوری گوه. اصلا ولش کن، مهم نیست. بفهمیدم. آنا تا بیتاسه. من تو صف بودم، یه لحظه رفتم یه دونه کپی بگیرم برگردم. بودی که بودی خانم، ما هم بودیم. این هم آقا خانم که اینجا می‌بینی واسیدی هم رفتم کپی بگیرم عکس بیارم. بیا برو تاسه. خود این آقا گفتن برو یه دونه کپی بگیر برگرد. شما که شاهدید من تو صف وایساده بودم. نمیشه واسه هر یه کپی که من هی برم تو صف بیام وایسم که. دیدی حق با این خانومه. اومدیم یکی مدارکش زیاد ناقصی داشت، مجبور شده بره بیاد. نمیتونه 10 دفعه بره تو صف وایسه که. واسیده آقا چی با هم میشون؟ واسیده میمو وانیسیده من بیارو راست. تو مست که خیلی صف دوست داری داداش. موتور زیر پاته سر کوچه نونوایه بپر، دو تا نون بربری بگی برده بیار. تو مست که خیلی با نمکی. نه خیلی، خیلی هم تلخم. شکر بره. جناب علی ادب داشته باش، وقتی یه خانم محترم داره بهت میگه من تو صف بودم احترام بذار، بهش زشته. اگه اصلا نبوده باشه، خانم محترم که هست. آ پ اینو گو پ خانم پ، اگه آقا بده عمرم بذارش برده جلو صف. ای بابا اگه مشکل من الان میرم ته صف با این سر سر. لطفا بحث نکنید، چه خبرتون اول کار؟ اگر آروم نباشید زنگ میزنم حراست. شما طرف اینو میگیره. لطفاً تمومش بکنید. نه خانم، مشکل یعنی مشکل منم، اصلا مشکل شما نیستین. اصلا شما تشریف بیارین سر جای من وایسین. بفرمایید. البته اگه از نظر شما مشکلی نیستا، خانم من از طرف این انسان اولی از شما معذرت میخوام. بفرمایید. بیا بس.
خود شیرین نه من جا آقا بده بی خانم خانم شما بیوید تأسف نوبت رعایت کنه مثل که خیلی قول داری ها بچه ها بس دیگه ما همه همون دانشویم الان پس هر دو ششم و دو ششم همه بس کنید به نظر من چه اشگل پسر من اصلا دوستم جامعه بدم به این خانم تو رو سننه آقا بس نکنی نوبت همه تون میشه چتون اول کاری بفرمایید خانم من میرم تأسف خیلی ممنونم متشکر خیلی لطف کردیم خواهش میکنم خانم خواهش میکنم استعدا دارم جواد میگه من رفتم ته صف این دختره چی گفت در مورد من چیزی به هم گفت؟ نه اینکه مثلا بگه ایول دمش گرم که جاشو بهم داد چه پسر رو باهاگی ببینم نه چیزی نگفت خب بچه‌شین چی میگفته ما هم دو ساعت تو صف رتبه و رشته ما پرسید همین کلا یعنی یک کلمه هم در مورد من حرف نزد چرا ازت تشکر کرد من خودم از خاطر این دختره انداختم جلو اون قولتشم فقط تشکر میکنه در این حد خب خودت جا کردی روز اول باری کلا من اصلا چی کار کردم بایی؟ هیچ خودت میدونی ازم خودت میدونی رشتش چی بود؟ من نفهمیدم ببین من اومدم دانشگاه درس بخونم نه اومدم دل این ور رو بر کنم بعدش هم کسی با دو کلمه حرف زدن عاشق نمیشه و معلومه تو باغ نیستی اگه بودی بهش در یک نگاه اعتقاد پیدا میکردی حالا مثلا میخوای بگی من خیلی محکمم که دل نمیدم دیگه نه؟ اگه دلت پیش کسی گیر باشه به هیچ کس دیگه ای دل نمیدی آها پس بگو دل در برو مشروب به کام از ها جواد که اینقدر محکم داری حرف میزنی ای بلباری کلا بگو بیدم کیه اینجاست؟ اینجاست؟ کی؟ طرف دیگه؟ نه اینجا نیست بابا بگو دیگه بگو جون از خانوادتونه از فامیلتونه؟ نه همسایتونه؟ آقا بگو بگو دیگه من به کسی نمیگم بگو بگو جون من بگو یکی یکی از بچگی با هم بزرگ شدی آها پس این عشق عمیقاست خوبه همه عشقا رو میشناسی آره دیگه بابا عشق کلی نوع داره عشق سطحی عشق ریشه دار عشق نافرجام چه میدونم عشق دیوانوار باریکلا آفرین خوش آمد جواد میگم که من از یه دختره تو دانشگاه خوشم اومده خب ولی نمیتونم بهش بگم میتونی لطف کنی بهش بگی از طرف من من آره دیگه من خودم نمیتونم درست حرف بزنم بخاطر همون میگم الان هنوز یه روزم نگذشته چجوری عاشق شدی ببین اگه نری الان بهش بگی من شکست عشق میخورم ها اصلا کاخ آرزوام فرو میریزه کاخم ساختی آره دیگه عشق در یک نگاه گفتم بهت من نمیتونم بابا یه جمله میخوای بگی جواد میری یه جمله خیلی ساده بهش میگی میاد من آدم شیستم ببخشید جواد کاخ ریخت جواد آی جوادی مستر جوادی آی جواد جوادی آقا بفرمایی آقا یه دقیقه وایسا دیگه دارم باهات حرف میزنم من واقعا شکست عشقی خیلی بدی خوردم الان باید با یکی حرف بزنم الان من این وسط چی کارم آقا تو آقا من اصلا بگم اشتباه کردم خوبه من معذرت خواهی کنم خوبه حل میشه آقا بیا دو دقیقه بریم هم نیجه بشیم حرف بزنیم یه دو کلم درد دل کنیم یه چیز بخوریم باور کن کار دارم خب منم کار دارم آقا 10 دقیقه است دیگه چیزی نمیشه که جون من مرگ من آقا چقدر ناز میکنی تو دارم التماس میکنم تاقچه بالا میذاری بریم جون من بریم دمت گرم ای بر دمت گرم ممنون ببینم یعنی شما از بچگی تا الان هم دیگر دوست داری؟ بله ای بابا چش قدیمی باحالی واقعا خوش باحاله من خیلی دوست داشتم یکی داشتم اینجوری بود ببینی اصلا من خدامه که یکی رو پیدا کنم صبح تا شب باش حرف بزنم اسمس بازی کنم خیلی خوبه تو هم بالاخره یکی رو تو دانشگاه پیدا میکنی حتما اصلا به همین امید من اومدم دانشگاه البته اینا دانشگاه درس بخونن و او همین دیگه اومدم که یکی رو پیدا کنم باش حرفا و اسمس های درسی بزنم دیگه فکر کن چقدر راحت میشه درس خوندن باش میرفتی با همین دختر حرف میزدی جواد چقدر بد شانسم من آره اخ در روسیه هم گذاشتیم فعلا که خبری نیست رفتن خارج نه بابا
خوبه دیگه به جای اسمس ای باید به همدیگه ایمیل بزنیم. کی برمیگردن؟ اونم معلوم نیست، یا من میرم پیششون یا اونا میان پیش من. همینم خوبه بابا، مثلا یکی رو داشته باشی همدمت باشه، مثلا اینجا باشه خارج باشه فرقی نمیکنه. موافقی راجع به چیز دیگه حرف بزنیم؟ حسد کردم؟ نه آخه از وقتی ما عاشق شدیم فقط داری راجع به همینا حرف میزنی. میگم جواد به نظرت هوای تهران خیلی آلوده نشده؟ به نظرم میشه بعضی وقتا هم سکوت کردم. غذا تو بخور. ماشینت گوش جلوتره. ببین اصلا کسی که دلتو میبره ها یه انرژی مثبتی از خودش ساطع میکنه. یعنی اون خانوم هم انرژی مثبت فرستاده بود که براش اینجوری سینه سفر کردی؟ بابا اون پسره که اصلا مهم نبود، عددی نبود اصلا. اونو ولش کن، ماشینو بچست، بفهم و سوار شو. حال میکنی؟ خوشگله نه؟ خیلی راحته؟ حال میکنی؟ ببین چقدر نرمه؟ ببین صندلیاشو با چی ست کردم و با داشبوردش ست کردم رنگشو. ببین یه چیزی هست راجع به این ماشین که اولی که همه چیزای ماشین برقیه، خب همه رو خودم دادم درست کردم. ببین الان مثلا این دوتا دکمه هایی که ببین دوتا این ور داره دوتا اون ور داره، میبینی؟ آره اونا رو بزنی شیشه میاد پایین. دیدی؟ ببین یه چیز دیگه هم داره اون جلویی رو میبینی؟ اونو بزن ببین جلو عقب میشه. اینم به من مدیر سلام شما چه مدیر آجی میکنی؟ چطور میرونی؟ ما تو پخ پخون به بکی هستی تو بلیش ما الهی بگری از کسی بگی که اینمو نکنی الهی عکش گیری. حال کردی چجوری زدمش؟ نه جون من حال کردی؟ به نظرم کار داشته بود. آره بابا اون آدمی که من دیدم از این کینه یا بود بیچاره ای ای خود کرده زیادی بخواد هارتو پورت کنه. رفتم پیش حراست گفتم راستی خوابگاه گرفتی؟ نه تازه فردا میخوام برم. خب خوبه با هم میری. مگه تو بچه تهران نیستی؟ چرا ولی خوابگاه میرم. چجوری اون وقت؟ داستانش مفصله. خونتون کجاست؟ ای بابا تو چی کار بخواه آدرس خونه ما داری؟ ببین عزیزم ما تابشی ها آدم های قدرشناسی هستیم، یکی برامون یه قدم برمیداره ما براش 10 قدم برمیداریم. الان تو برام مرام گذاشتی، منم باید 10 برابرشو برات جبران کنم. کجاست خونتون؟ نمیخواد زحمت بکشی من خودم میرم. بابا چند تا بچه این؟ ما زیادی. واقعا؟ خوش به حالت. به دست دودیم شد. چرا؟ تنهایی خیلی بده. مگه خواهر برادر نداری؟ نه خواهر دارم نه برادر. نه بدبختی ما بچه های تک فرزنده دیگه، از بد به تولدمون تا آخر عمرمون چی باید تنها باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ننه بابامون تصمیم گرفتن که بچه یه دونش کافیه. بابا یکی نیست بهشون بگه تو خود تو بیاد به جای من. من که خواهر برادر ندارم که، 2 روز دیگه بچه‌ام نه عمو داره نه عمه داره. اومدیم یه زنم گرفتیم، زن اونم چی؟ اونم تک فرزند بود. بخون بچه بدبخت خالم نداره، دایی هم نداره. چه زندگی مزخرف خلوتی آخه من نمیفهمم. آدم دق میکنه از بیادمی. به نظرم داری ناشکری میکنی. ناشکری؟ فکر میکنی واسه چی در به در دنبال همدم میگردم با شرف بزنم؟ واسه خاطر همینه دیگه. فکر واسه چی از صبح تا حالا دارم مخ تو رو میخورم؟ واسه خاطر اینه که یه آدم پیدا کنم که تو این عالم بتونم دوتا کلمه این آدم باش حرف بزنم. ننه بابا به درد من نمیخوره. اصلا کلن ننه بابا به درد نمیخوره. خوش به حال اونایی که ندارم. بس کن مسعود. چطه؟ بزن کنار. چطه؟ بهت میگم بزن کنار. چی شد یهو؟ همین الان بزن کنار میخوام پیاده بشم. خیلی خوبه. جواد. جواد. آی جواد جوادی. استه رفیق. بابا میدونم حوصله‌تو سر بردم. بیا حداقل افتخار بده تا دم خونه‌تون برسونمت. آقای مسعود تابش، من خونه‌ای ندارم. تو پرورشگاه زندگی می‌کنم. خیال راحت شد. گرفتی ما رو؟ نه خیلی هم جدی هم از تو تنها تنها خیلی هستن.
من و تمام اون بچه هایی که تو پرورشگاه زندگی میکنیم از تو تنها ترین. دیگه خواهشن جلوی من از صحنه‌ی حرف نزن. بیا بش مرگ من. بیا بش جواد غلط کردم. بیا بش. دوستی من و مسعود از همون روز شروع شد. فردای اون روز مسعود با ماشینش اومد دنبالم و با هم رفتیم خوابگاه دانشجویی که اتاقمو تحویل بگیرم. عجب جوریه. خدا خورد خوردتش. عمرش به دنیا نبود. خسته نباشید. روزتون بخیر. خسته نباشید. بفرمایید. اصلاح میکنم برای تحویل گرفتن اتاق اومدیم. نامه. خدمت شما. خب آی جواد جوادی شمایه؟ نه خیلی شما. من. شما نامه شما؟ من که نامه ندارم. من تهرانی ام. بعد تهرانیه؟ نه خیر، من اهل تهرانم. خب بعد اومدم که کمک جواد جوادی دوستشم. اومدم که اینجا کار کمک جوادی؟ بله اومدم... کمک جوادی. بله منم کار اسکانش انجام دادم. خیلی سپاسگزارم ازتون. واقعا ممنونم. چه اینجوری حرف می‌زنی؟ خب دیگه الان من با این اینجوری حرف بزنم درست که رفت اومدم گیر نمیدم. الو سلام جناب فاطمه، خوب هستین؟ بله یه ورودی داشتیم. آقای جواد جوادی. بله انگار اسم فامیل بازی کرد. شهر جهرام حیوان جوجه جامدادی پلاستیک. عذرخواهی میکنم. ببخشید میگم اگه آقای فاطمی نمیتونن تشریف بیارن میخواییم ما بریم خدمتشون؟ نه خیر با شما نبودم. بله چشم اتاق 115. چشم خدا نگهدار. خب آقای جواد جوادی. بله اتاق 115 بفرما. شما همینج بایستم. ببخشید من چی پس؟ شما کمک جوادی هستید. من همینجا باعث نامه نداری که. آقا آخه من نیام که آخه نمیتونم پسش بر بیاد. دست و پاشو گم میکنه. من اومدم که کمکش کنم. آخه نیست یه ذره آشنا نیست به این مسائل. من پس فقط همین انبار برای بازدید. فقط برای بازدید. چشم. بفهم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. اینجا زیاد مهمون بازی در نمیاره. مهمون شما منم. میخبر در دیوارا نمیکوبه. سلام مرغابی. عموم دستویی تر آروه اون سالون بازی نمی کنه. بازی نمی کنه. یه قانونی هست به اسم هه هه هه، یعنی هشکی هش وقت هچی نمی کشه، حتی سیگار. آقای فاطمی اگه بفهمه پوستتون می کنه. شوخی خرکی نمی کنه اصلا. قشقش اصلا نمی خنده. با صدا بلند کتاب خونه داره؟ کتاب خونه دیمی با بری تو دانشگاه درس بخونی. بعد همیشه انقدر شلوغه؟ نه یه گاهی اوقات شلوغ هم نمیشه، گاهی اوقات خاموش هم میشه. سلام عزیزم، اگه خواسته این آبجوش برداری میری از تر آرو برمیداره. سلام. اتاقاتون چهار تخته، یه دونه یخچال هم داره. سوال دیگه داره؟ نه من سوال ندارم. شما سوال نداره؟ فقط اینکه این نکته رو به همه تذکر میدیم. بله به همه تذکر میدیم. اینجا همه عمل حساب میبره. بفرمایید اتاقتون نشون بدم. عرض کنم اتاقش یخچال داره، چهار تا کمد داره، فرش داره، پرده داره، پنجره داره، قفسه داره، یخچالش طبقه داره.
هر دو نفر یه طبقه. تحت شما یا آج جواد جواد. من نمیشه رو اون بالایی باشم؟ نه دیگه اون بالایی مال یکی دیگه. نمیشه. بعد من در رابطه با این خوردنی ها توی یخچال مسئول نیستم ها. هر کی خورد خورد نخورد نخورد. آه جواد بیا ویو رو ببین. آیه مهسا منگوک این بیرجندی کجا رفته؟ رفت دوش بگیره بیاد. سلام باشه رفت. به به حلالزاده بودی خوش اومدی مشتری داری. بچه ها قاسم قاسم بچه ها از اون روزی که تنهامون گذاشتی من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش من به دنیا اومدم